بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان عزیز، دکتر عسکری هستم. در ارتباط با مبحث درس مراقبت ویژه من در خدمت شما هستم. خدمتتون اشاره کنم، همونطوری که استفسار داریم با توجه به طرح درسی که من خدمت شما دادم، این درس حدود 3 واحد هستش که 1.5 واحد به عهده من هستش و 1.5 واحد به عهده همکار خوب ما آقای دکتر سلیمانی هست. مباحثی که من در خدمت شما هستم در ارتباط به بیشتر بحث مربوط به CCO هستش. حدود 14 جلسه هستش که من تقسیم بندی کردم طبق طرح درس، و چیزی که در این جلسه من خدمت شما میخوام خدمت شما اشاره کنم، تو جلسه اول در ارتباط با مباحث مربوط به خود مفهوم مراقبت ویژه، آناتومی و فیزیولوژی گردش خون و سیستم هدایتی قلب، و همچنین در ارتباط با مانیتورینگ وضعیت هموداینامیک تهاجمی هستش که خدمت شما میخوام اشاره کنیم. خب نکته ای که من خدمت شما اشاره کنم، به صورت کلی بخوام در نظر بگیریم، ما موقعی که در ارتباط با مراقبت ویژه میخوایم صحبت کنیم، اولین چیزی که برای ما مهم هستش در حقیقت فراگیری خود مفهوم مراقبت ویژه هستش و بدونیم که اصلا منظور از مراقبت ویژه چی هستش. اینکه من اول در ارتباط با صحبت‌های خودم لازم هست که مفهوم مراقبت ویژه یه مقدار بیشتر برای شما باز کنم، تعاریفی که تو این زمینه هستش خدمتتون عنوان کنم، و یکی دو تا تعریف هم در ارتباط با بخش ICU و CCU خدمتتون اشاره کنم، و بعد مباحثی در ارتباط با آناتومی عروق کرونه و سیستم مدادی و قسمت‌های بعدی رو من خدمتتون اشاره می‌کنم. خدمتتون اشاره کنم در ارتباط با تعریف مراقبت ویژه، مفهوم همونطوری که ملاحظه می‌کنین اصطلاح انگلیسیش به عنوان اینتنسیو کیر هستش یا به عنوان کریتیکال کیر بهش اشاره می‌کنم. شما موقعی که تو این تصویر ملاحظه می‌کنین، دقیقاً موقعی که ما شکل رو می‌بینیم، دقیقاً اون ذهنیتی که در ارتباط با مراقبت ویژه هستش برام کاملاً مشخص میشه که شرایطی که در مراقبت ویژه هستش نسبت به بخش‌های معمولی تا اندازه متفاوت هستش. من تعریفی که تو این زمینه هستش خدمت شما بخوام بگم، به صورت کلی بهترین تعریفی که میتونیم بگیم و ساده‌ترین تعریفی که تو این زمینه وجود داره، این تعریفی هستش که من اولین تعریف خودم قرار دادم در ارتباط با مفهوم مراقبت ویژه، که اشاره کردم به کلیه اقدامات اختصاصی که در جهت بازگشت بیماران بدحال به حالت اول تحت نظارت دائم یا مانیتورینگ مستمر انجام میشد اطلاق میگردد. با این تعریفی که شما الان ملاحظه میکنید، چیزی که در این تعریف ملاحظه 3 تا دقیقاً مفهوم اصلی من در این تعریف دارم. یکی اقدامات اختصاصی یا تخصصی. دومین نکته‌ای که اشاره کرده، مفهوم اصلی بیماران بدحال، یعنی افرادی که ما مراقبت از اونها رو در قسمت مراقبت ویژه انجام میدیم، بیماران هستن که بدحال یا بسیار بدحال هستن. در جهت برگشت اونها به حالت اول تحت نظارت دائم یا مانیتورینگ مستمر اشاره میکنه. یکی از مسائلی که در ارتباط با مراقبت ویژه برای ما بسیار اهمیت داره همین مسئله نظارت دائم یا مانیتورینگ مستمر هستش. اینکه موقعی که صحبت از مراقبت ویژه میشه، اگه نظارت دائم یا مانیتورینگ مستمر نباشه، دقیقاً مراقبت ویژه معنی نداره. همونطوری که تو شکلم شما ملاحظه میکنید، معمولا موقعی که ما بخش ICU میریم CCU میریم، بالا سر هر مریض و همچنین در ایستگاه پرستاری، معمولا شما این صفحاتی که مربوط به مانیتورینگ وضعیت بیمار هست شما ملاحظه میکنید. اگه چنین سیستمی ما نداشته باشیم، دقیقاً مراقبت ویژه نمیتونه انجام بشه. پس یکی از مسائل مهم در ارتباط با مراقبت ویژه نظارت دائم و مانیتورینگ مستمر هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. این اولین تعریفی بودی که من خدمت شما اشاره کنم، و همون یه تعریف اول شما مد نظر داشته باشین برام کافی هست. مت تعریف دیگه‌ای هستش که در این زمینه وجود داره، اونا رو من خدمتتون اشاره می‌کنم. تعریف دیگه‌ای که از مراقبت ویژه داریم اشاره کرده، مراقبت مداوم، دقیق و اختصاصی از بیمارانی که در وضعیت‌های خطیر حیاتی قرار دارن و نیاز به کنترل مداوم و شدید یک یا چند عضو بدن به وسیله پرسنل ماهر و استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته. بازم مفاهیم اساسی که در این تعریف شما برخورد کردیم، بازم تأکید میشه روی مراقبت مداوم، دقیق و تخصصی در بیمارانی که در وضعیت خطیر قرار دارن. و مورد بعدی که اشاره کرده میگه به وسیله پرسنل ماهر و با مهارت بالاتر با استفاده از وسایل و امکانات پیشرفته رو تاکید میکنه. تعریف بعدی که ما داریم، تامین مراقبت از بیماران بسیار بدحال که به صورت بالقوه قابل درمان هستن. بازم بیماران بدحال رو اینجا تاکید کرده، و یه مسئله که اشاره کرده، احتمال یا امید به درمانشون داشته باشیم. اگه بیماری در بخش مراقبت ویژه ما بستری میکنیم که امیدی به درمانش اصلا وجود نداره، اصلا لزومی نداره که در بخش مراقبت ویژه بستری بشه. پس ما مراقبت ویژه رو برای بیمارانی انجام میدیم در بخش مراقبت ویژه و بیمارانی در این بخش بستری میشن که در حقیقت بالقوه قابل درمان باشن یا امید به درمان اونها وجود داشته باشه. تعریف بعدی که شما ملاحظه میکنید، فراهم کردن مراقبت برای بیمارانی که نیاز به مشاهده دقیق یا درمانهای خاصی دارن که در بخش عمومی قابل اجرا نیست. بازم موردی که شما اینجا مورد توجه قرار میدین یا مفهوم اساسی که در این تعریف شما برخورد میکنین،
مشاهده دقیق یا همون مراقبت دقیق و درمانهای تخصصی که در بخشهای عمومی قابل اجرا نیست. خیلی از درمانهایی هستش که مثلا شما در نظر بگیرید، موقعی که جراحی قلب انجام میشه، موقعی که پیوند کلیه انجام میشه، پیوند قلب انجام میشه، یا خیلی از جراحی های مغز و اعصاب موقعی که انجام میشه، بعد از عمل جراحی مراقبت از بیمار در بخش‌های عمومی امکان پذیر نیست. معمولا چند روز در بخش‌های مراقبت ویژه تحت مراقبت ویژه قرار میگیرن و بعد به بخش‌های معمولی منتقل میشن. تعریف بعدی که داریم فراهم کردن مراقبت برای بیمارانی که دارای نارسایی حتمی یا احتمالی در ارگان به خصوص ریه‌ها هستن. اگه آی سی جنرال رو در نظر بگیریم، اکثر بیمارانی که بستری میشن دچار نارسایی اینجا ارگانی که شون ریه هستش. اگه شما بخش سی سی رو در نظر بگیرین، مراقبت ویژه اونجا که انجام میشه برای بیمارانی که دچار نارسایی قلبی و نارسایی عروق کرونر هستن. و اگه شما بخش دیالیز رو بخواید در نظر بگیرین، دقیقاً اونجا مراقبت ویژه برای بیمارانی که دچار نارسایی کلی هستن. پس بیشتر شما در نظر بگیرین مراقبت ویژه معمولاً برای بیمارانی هست که دچار نارسایی یک ارگان مثل ریه باشه یا قلب باشه و یا کلیه باشه یا ارگان‌های دیگه داشته باشن، اینها هم نیاز به مراقبت ویژه دارن. تعریف بعدی که داریم در ارتباط با محیط بخش مراقبت ویژه هستش. در ارتباط با محیط بخش مراقبت ویژه یا آی سی که اشاره می‌کنیم، اختصار آی سی اینجا شما ملاحظه می‌کنید کامل آی سی مخفف اینتنسیو کیر یونیت هستش، یا واحد مراقبت بحرانی هم بهش اشاره می‌کنن. در ارتباط با تعریف بخش آی سی او، تعریفی که تو این زمینه وجود داره دقت کنید، اشاره کرده بخشی هستش که بدحال‌ترین بیماران یا بیماران بسیار بدحال به وسیله ماهرترین و لایق‌ترین پرسنل پرستاری و پزشکی تحت بهترین شرایط و جدیدترین و مجهزترین وسایل در دسترس تحت معالجه و مراقبت قرار می‌گیرن. بازم در این تعریف مفاهیم اساسی که وجود داره دقت کنید، چیزایی که اشاره کردم، بدحال‌ترین بیماران یا بیماران بسیار بدحال سر کار داریم، پرستاران ماهرترین و لایق‌ترین پرسنل پرستاری و پزشکی تحت بهترین شرایط محیطی و جدیدترین و مجهزترین وسایل در دسترس تحت معالجه و مراقبت قرار می‌گیرن. پس اینجا مفاهیم کلیدی من خدمتتون اشاره کردم. به صورت کلی بخوان در نظر بگیرین، موقعی که صحبت از مراقبت ویژه میشه، مراقبت و نظارت به صورت ویژه هستش، مداوم هستش و دقیق هستش که در بخش آی سی انجام میشه. بایستی مورد توجه داشته باشین. مورد بعدی که من اینجا شما در ارتباط با بحث خودمون هستش، همونطوری که من خدمت شما اشاره کردم، گفتم من بیشتر مباحث سی سی یو رو در خدمت شما هستم در ارتباط با مراقبت ویژه کرونری هستش. ببین در ارتباط با سی سی هم بخوان در نظر بگیریم یک نوع بخش مراقبت ویژه هستش، منتها این مراقبت ویژه در این قسمت برای بیمارانی انجام میشه که دچار مشکلات عروق کرونری هستن. و همونطوری که شما اینجا ملاحظه میکنید، بازم محیط و شرایط شما که میبینین تقریبا شبیه بخشای آی سی یو یا مراقبت ویژه هستش، منتها مخصوص بیماران کرونری که من اشاره کردم. اگه تعریفی از بخش سی سی یو بخوام خدمت شما ارائه بدیم، در ارتباط با تعریف بخش سی سی یو همونطوری که شما ملاحظه میکنید چیزی که اینجا اشاره کرده مطرح کرده هستش. خود سی سی یو اگه اختصارش رو بخوام در نظر بگیریم مخفف کرونری یا کارد یا کر یونیت هستش. منتها من اشاره کردم گفتم چون که بیشتر با بیمارانی که مشکلات کرونری هستش ما سر کار داریم، شما بیشتر همون حالت اول در نظر بگیریم، به عنوان کرونری کر یونیت معمولا بیشتر مستلزم و قابل قبول هستش. بخش سی سی یو در ارتباط تعریفش اگه بخوام اشاره کنیم، بخش مراقبت ویژه سی سی یو متشکل از یک واحد تخصصی پزشکی و پرستاری هستش که مطابق موازین و مقررات علمی و با استفاده از کلیه تجهیزات، تأسیسات، امکانات و تکنولوژی پیشرفته پزشکی و داروهای لازم درمان و مراقبت بیماران مبتلا به بیماری‌های شریان کرونر مثل آنژین صدری، آنفارکتوس میوکارد و آریتمیا و سایر عوارض قلبی کشنده مثل نارسایی قلب انجام می‌گیرد. پس اینجا هم دقت کنین همون مفاهیم اصلی که ما برخورد می‌کنیم، بازم واحد تخصصی پزشکی و پرستاری هستش، طبق موازین و مقررات علمی اشاره می‌کنه، کلیه تجهیزات، تأسیسات و امکانات و تکنولوژی پیشرفته پزشکی اشاره میکنه که در این بخش به کار گرفته میشه و داروها برای چه گروه بیمارانی؟ بیمارانی که دچار مشکلات شریان کرونری هستن. ما موقعی که بیماری شریان کرونری اشاره میکنه یا کرونری آرتری دیزیز، شامل آنژین صدری میشه، آنفارکتوس میوکارد و آریتمیا. در حقیقت ما در بخش سی سی با این بیمارانی که دچار مشکلات این سه تا اختلالی که اشاره کردیم سر کار داریم و گفتم عوارض قلبی حاد کشنده اشاره میکنه، در حقیقت همون منظور نارسایی قلبی رو ما میتونیم در نظر بگیریم. به صورت کلی بخوام در نظر بگیریم، هدف از مراقبت بیمار در بخش سی سی یو کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی خصوصا آنفارکتوس میوکارد یا ام آی و عوارض ناشی از آن، که عوارض مهمترین عوارضی که مربوط به ام آی هست باز آریتمی و نارسایی قلبی رو ما میتونیم اشاره کنیم و همچنین شوک کاردیوژنیک.
قسمت بعدی که خدمت شما در ارتباط با آناتومی شریان کرونر هستش. نکته ای که من خدمت شما در ارتباط با آناتومی شریان کرونر، علت اینکه این قسمت رو من دارم خدمت شما اشاره کنم به خاطر چی هستش؟ من همونطوری که خدمت شما اشاره گفتم، بخش سی سی و مخفف کرونری کیر یونیت هستش، یعنی واحدی که مربوط به مراقبت از بیماران شریان کرونری هستش. ما در ارتباط با بیمارانی که در بخش سی سی بستری میشن، در حقیقت مشکل شریان کرونری دارن، آنژین سدی، آنفارکتوس میوکارد و آریتمی ها. پس لازم هستش که ما شریان کرونری یه مقدار شناخت بیشتری نسبت بهش داشته باشیم که در حقیقت وظیفه خونرسانی به قلب رو به عهده دارن. ما موقعی که در ارتباط با گردش خون قلب صحبت میکنیم، معمولا دو تا خصوصیات هست که مربوط به گردش خون قلب هستش که برای ما مهم هستش. یکی که بایستی بدونیم، یکی این که معمولا در قلب برای فعالیت رفع نیاز متابولیک خودش نیاز به اکسیژن خیلی زیادی داره. شما در بافت‌های دیگه بدن بخواید در نظر بگیرید، موقعی که خون شریانی اکسیژن رو به بافت‌ها می‌رسونه، 25% اکسیژن از خون شریانی برداشته میشه و حدود 85 و حدود 75% برمیگرده. ولی موقعی که خون شریانی به بافت قلب میرسه، حدود 65% برداشته میشه و حدود 35% برمیگرده. یعنی میزان اکسیژنی که بافت‌های میوکارد نسبت به بافت‌های دیگه از خون شریانی میگیرن 3 برابر هستش که برای رفع نیاز متابولیکشون لازم هستش. دوم مسئله که در ارتباط با خصوصیات گردش خون قلب شما مد نظر داشته باشه اینه که خونرسانی به تمام بافت‌های بدن معمولا در مرحله سیستول قلب یا انقباض قلب انجام میشه که فشار خون در داخل شریان آورت حدود 120 درجه 120 میلی‌متر جیوه هستش. ولی خونرسانی به خود عضله قلب در مرحله دیاستول انجام میشه، یعنی در مرحله ای که قلب در حالت استراحت هستش. چرا در مرحله دیاستول انجام میشه؟ به خاطر اینکه قلب در مرحله سیستول در حالت انقباض هستش و فعال هستش، نمیتونه تغذیه انجام بشه، عروق تحت فشار هستن. و موقعی که در مرحله دیاستول استراحت یا قلب شل میشه، معمولا عروق متصل میشن عروق کرونر و در این مرحله خونرسانی به قلب انجام میشه. پس خونرسانی به عضله قلب در مرحله دیاستول هست، برعکس بافتای دیگه بدن که شما مد نظر داشته باشید. در ارتباط با خونرسانی عضله قلب، من نکته‌ای که اشاره کنم، همونطوری که تو شکل شما ملاحظه می‌کنین، شریان کرونر وظایف خونرسانی به قلب رو به عهده دارن. شریان کرونر اولین شریان‌هایی هستن که از آئورت جدا میشن و همونطوری که شما ملاحظه می‌کنین، دو تا شاخه هست، یکی سمت چپ و یکی سمت راست، که به عنوانش شریان کرونر سمت راست و شریان کرونر سمت چپ بهشون ما اشاره می‌کنیم. من قبل از اینکه در ارتباط با عروق کرونر صحبت کنم و در مورد شاخه‌هاش صحبت کنم، یه مقدار در ارتباط با یه سری مسائلی هستی که در ارتباط با سطح قلب هستش من اشاره میکنم و شیارهایی که روی قلب هستش بایستی مد نظر داشته باشین، که این قسمتی که شما من یه مقدار تصویر بزرگتر میکنم برای اینکه دید بهتری شما داشته باشین. نکته ای که من خدمت شما اشاره کنم، به صورت کلی بخوام در نظر بگیم، من نکته ای که مطرح کنم اینجا شما در نظر داشته باشین، من الان مولاژ قلب رو خدمت شما آوردم، شما همونطوری که ملاحظه میکنین، ما موقعی که قلب رو بررسی می‌کنیم، عضله قلب به این صورت در داخل قفسه سینه قرار گرفته شده هستش، یعنی به سمت چپ هستش نوکش. ما موقعی که قلب رو بررسی می‌کنیم، یه سری شیارهای معمولاً در روی قلب وجود داره. شما الان اینجا دقت کنیم، معمولاً شیاری که وجود داره بین دو تا بطن هست، در قسمت جلو هستش. این شیاری که بین دو تا بطن در قسمت جلو هستش، به عنوان شیار بین بطنی قدامی بهش اشاره می‌کنن. درست در پشت قلب الان من می‌چرخونم، بازم یه شیار دیگه وجود داره. این الان پشت قلب هستش. این شیاری که در پشت قلب وجود داره به عنوان شیار بین بطنی خلفی بهش اشاره میکنن. مسئله بعدی، پس شیاری که بین دو تا بطن هست به عنوان شیار بین بطنی قدامی و خلفی من خدمتتون اشاره کردم. قسمت بعدی که شما اشاره کردم، گفتم شیار بین دهلیز و بطن هستش، که باز شیار بین دهلیز و بعد شیار بین دهلیز و بطن چپ و راست رو شما میتونید در نظر بگیرین. و همچنین در قسمت پشت هم شما پشت قلب رو در نظر بگیرین، بازم شیار بین دهلیز و بطن دقیقا سمت چپ و سمت راست رو ما داریم. نکته ای که من خدمت شما اشاره کنم اینه که معمولا در شیارهای قلب، همونطوری که من بهتون اشاره کردم، گفتم عروق کرونایی که شاخه هاشو من اشاره کردم در این قسمت قرار میگیره. در قسمت شیار بین بطنی قدامی دقت کنین، یکی از شریانهای مهم و اصلی قرار میگیره. این شریان مهمی که در قسمت شیار بین بطنی قدامی قرار میگیره، به عنوان شریان نزولی قدامی بهش اشاره میکنیم، یا به عنوان LAD هم بهش اشاره میکنیم. یه شاخه مهمی از عروق کرونر هست که شما باید دقت کنید، از شاخه چپ منتهی میشه. در قسمت پشت هم شما نگاه کنید، بازم یه شاخه ای هستش که معمولا به سمت پایین میاد. این شاخه ای که به سمت پایین میاد، به عنوان شریان نزولی خلفی بهش اشاره میکنیم، یا به عنوان PDA بهش اشاره میکنیم، یا به عنوان Posterior Descending Artery هستش. یه مسئله ای که باز مهم هستش در ارتباط با آناتومی قلب و عروقش ما باید در نظر بگیم، ما در قسمت پشت قلب موقعی که بررسی، موقعی که شیار بین بطنی خلفی و شیار بین دهلیز و بطن به هم دیگه میرسن، یک فضایی رو در این قسمت ایجاد میکنن که این فضا به عنوان فضای کراکس بهش اشاره میکنن. پس یه مسئله ای که من اشاره کردم، گفتم در پشت قلب موقعی که شیار بین بطنی
و شیار بین دهلیزی به هم دیگه میرسن، یک چهارراه یا فضایی رو اینجا میجا ایجاد میکنن که این فضا به عنوان کراکس بهش اشاره میکنن. فضای کراکس از بابت اینکه محل گره اس ای و ای وی اس اش برای ما اهمیت داره و همونطوری که اشاره کردم گفتم زیر فضای کراکس دیگه شیار بین بطنی خلفی است و شریان نزولی خلفی در این قسمت وجود داره. با توجه توضیحی که من خدمت شما دادم، قبل از اینکه من شاخه‌های کرونر رو اشاره کنم، دوباره من برمیگردم به همون حالت قبلی که خدمت شما اشاره کردم. ببین توی این اسلایدی که شما الان ملاحظه می‌کنین، من خدمت شما مطرح کردم، گفتم که شما موقعی که عروق کرونر رو در نظر می‌گیرین دو تا شاخه اصلی داریم، یکی شاخه سمت چپ هست، یکی شاخه سمت راست. شاخه سمت چپ رو موقعی که ما بررسی می‌کنیم، یا شاخه کرونر چپ نسبت به راست مهم‌تره، هم تا قوسش بیشتر است، به خاطر عضله قسمت بطن چپ خیلی معمولا زخیم‌تر هستش نسبت، یا توده بطن چپ نسبت به بطن راست زخیم‌تر هستش و خونرسانی معمولا در این قسمت بیشتره نسبت به بطن راست. بخوام در نظر بگیم ما موقعی که شریان کرونر چپ رو بررسی می‌کنیم، قسمت اول یه قسمت کوتاهی هستش، همونطوری که شما ملاحظه می‌کنید. این قسمت اول که قسمت کوتاهی هست بهش میگن ساقه اصلی شریان کرونر چپ، یا به عنوان مین استم اشاره می‌کنم. پس مین استم یا ساقه اصلی این قسمتی که شما ملاحظه می‌کنید حدود چند میلیمتر تا 1 سانتی متر هستش. بعد از حدود 1 سانتی متر شریان کرونر به دو تا شاخه تقسیم میشه. این دو تا شاخه‌ای که تقسیم میشه، یکی شاخه نزولی قدامی که معلوم بهتون اشاره کردم در شیار بین بطنی قدامی قرار میگیره، یکی شاخه چرخشی هست که به من سیکونفلکس بهش اشاره میکنن. پس نکته‌ای که من اشاره کردم، گفتم شاخه کرونر چپ خیلی سریع به دو تا شاخه اصلی تقسیم میشه، یکی شاخه نزولی قدامی هستش. الان شما ملاحظه شاخه نزولی قدامی همین جلوی قلب گفتم بین شیار دو تا بطن قرار میگیره به سمت پایین که میاد، که این شاخه‌ای که شما الان اینجا ملاحظه میکنین. یه شاخه دیگه شما ملاحظه میکنید به عنوان شاخه سیکونفلکس یا چرخشی من اشاره کردم، که این شاخه‌ای که شما ملاحظه میکنید دقیقاً این شاخه‌ای هست که از اینجا به سمت چپ قلب میاد. این شاخه‌ای که به سمت چپ قلب میاد و به سمت پشت قلب میاد و بطن طرفی و قسمت پشت قلب خونرسانی میکنه، به عنوان سیکونفلکس یا چرخشی اشاره میکنیم. در مورد مشخصه‌ای که در مورد LED من خدمت شما اشاره کنم، LED به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی یا شاخه نزولی قدامی من اشاره کردم. LED که میگیم به عنوان left anterior descending هستش، یعنی همون شاخه نزولی قدامی که مطرح هستش، یکی از شاخه‌های اصلی شریان کرونر همین LED یا شاخه نزولی قدامی هستش که حدود 50% خونرسانی به عضله قلب به واسطه این شاخه‌ای که شما ملاحظه میکنید انجام میشه. و غالب موارد موقعی که ما در مورد آنفراکتوس قدامی، سکته قلبی قدامی صحبت میکنیم، معمولا این شاخه هستی که درگیر هستش. 50% موارد موقعی که در بخش سی سی و موقعی که ما بررسی میکنیم، موقعی که مریض دچار سکته قلبی هستش، این شاخه هستی که معمولا درگیرش رو برخورد میکنیم. جاهایی که این شاخه خونرسانی میکنه مشخصه کلی اشاره کنم، معمولا این شاخه دو تا شاخه تقسیم میشه، یکی معمولا در سطح قلب قرار میگیره، یکی داخل سپتوم میره. و این قسمتی که در سطح قلب میره معمولا قسمت قدامی سپتوم هستش، قسمتی از طرفی بطن چپ هستن و یه سری شاخه های به سمت طرفی بطن راست هم میفرسته. شاخه LAD به سمت پایین میاد، موقعی که به سمت پایین میاد نهایتا به نوک قلب معمولا کمتر منتهی میشه، دوباره به سمت پشت قلب میره و حدود 2 الی 5 سانتی متر ادامه پیدا میکنه، با شاخه های انتهایی شریان نزولی خلفی معمولا متصل میشه و آناستوماز ایجاد میکنه، ارتباط پیدا میکنه. شریان LAD جاهایی که خونرسانی میکنه، من خدمت شما دقت کنین، گفتم قسمت قدامی سپتوم، قسمت طرفی قسمت قدامی و طرفی قدامی بطن چپ هستش و همچنین یه قسمت‌هایی از بطن راست معمولا به واسه این خونرسانی میشه. غیر از این قسمت‌هایی که اشاره کردم، عضله پاپیدر قدامی و همچنین دسته هیس به واسطه شاخه LAD خونرسانی میشه. شاخه دیگه‌ای که من خدمت شما گفتم شاخه سیکونفلکس هستش که اینجا مولانا یا شاخه چرخشی هستش. شاخه چرخشی همونطوری که من خدمت شما اشاره کردم گفتم میره به سمت چپ قلب و به سمت پشت قلب. موقعی که به سمت چپ قلب و پشت قلب میاد، همونطوری که میاد یه سری شاخه‌های آزاد میکنه به سمت طرفی قلب معمولا آزاد میشه. مهمترین شاخه طرفی که از سیکونفلکس جدا میشه اوبتوس مارجینال هستش. چند شاخه معمولا جدا میشن عمودی به سمت نوک قلب میان که قسمت طرفی قلب رو خونرسانی میکنن. اوبتوس مارجینال به عنوان شاخه اصلی هستش که اینجا وجود داره که شما ملاحظه میکنید به سمت نوک قلب میره. این شاخه سیکونفلکس ادامه پیدا میکنه به سمت طرفی و به سمت چی هستش پشت میره، که در حقیقت بخوان در نظر بگیرین در شیار بین دهلیز و بطن قدامی سمت چپ قرار میگیره، شیار بین دهلیز و بطن طرفی چپ قرار میگیره و در نهایت میاد در شیار بین دهلیز و بطن خلفی چپ قرار میگیره. نهایتا به کجا میرسه؟ به اون فضای کراکسی که من خدمت شما اشاره کردم. فضای کراکس کجا بوده؟ در قسمت پشت قلب من خدمتتون اشاره کردم، گفتم محلی که شیار بین بطنی و شیار بین دهلیز و بطنی معمولا به هم دیگه میرسن، یه فضای ایجاد میکنن، انتهای شاخه سیرکونفلکس در 90% موارد به اینجا میرسه.
و حدود 10% موارد ممکنه شاخه سیکونفلکس معمولا ادامه پیدا کنه، شاخه نزولی خلفی رو برامون درست کنه. پس یه مسئله ای که من خدمت شما، اینو دقت کنین، شاخه سیکونفلکس گفتم موقعی که به این قسمت کراکس میرسه در 90% موارد اینجا خاتمه پیدا میکنه، منتها در 10% موارد ممکنه ادامه پیدا کنه تا نوک قلب پیش بره در قسمت خلفی که شاخه نزولی خلفی رو برامون تشکیل بده. قسمت بعدی که من خدمت شما شدن در ارتباط با شاخه کرونر راست هستش. در مورد شریان کرونر همونطوری که شما ملاحظه از قسمت راست معمولا انشعاب پیدا میکنه، در این قسمت شما بخواید در نظر بگیرید موقعی که سمت راست من خدمت شما شدن این ادامه پیدا میکنه به سمت طرفی تقریبا بین شیار بین دهلیز و بطن قدامی راست قرار میگیره، شیار بین دهلیز و بطن طرفی راست قرار میگیره و در نهایت در شیار بین دهلیز و بطن خلفی راست قرار می تا در نهایت به فضای کراکس میرسه. موقعی که به فضای کراکس رسیده تو این قسمتی که من خدمت شما اشاره کردم، من اشاره کردم گفتم در 90% موارد این ادامه پیدا میکنه به سمت پایین و پی دی ای رو برای ما درست میکنه یا شاخه نزولی قدامی هستش. پس یک مسئله ای که من خدمت شما اشاره کردم همونطوری که شما ملاحظه میکنید تو این قسمتی که من اشاره کردم، موقعی که ما در مورد شاخه کرونر راست اشاره میکنیم از اینجا ادامه پیدا میکنه به سمت تقریبا راست میره تا در نهایت به فضای کراکس در پشت میرسه. یعنی اینجا شما بخواید در نظر بگیرید همین که من اشاره کردم این شاخه کرونر راست هستش، میاد به این سمت تا در نایه کراکس. موقعی که به نایه کراکس رسیده حدود 90% موارد این به سمت پایین میاد و شاخه نزولی خلفی رو برامون تشکیل میده یا پوستریور دیسندینگ آرتری یا پی دی ای بهش اشاره میکنیم. یه مسئله ای که من اینجا خدمت شما نشون میدم برام اهمیت داره اینه که موقعی که شاخه کرونر راست میچرخه به سمت عقب به سمت کراکس میره در سمت راست، در قسمت طرفی بطن راست چند 3 تا 4 تا شاخه جدا ازش میشه به سمت نوک قلب میره که در قسمت طرفی راست هستش. مهمترین شاخه فرعی که از کرونر راست جدا میشه موردی است که به عنوان رایت مارجینال آرتری هست که این شاخه‌ای که شما ملاحظه میکنین یه شاخه بزرگی است که قسمت طرفی قلب بطن راست معمولا پخش میشه و خونرسانی به این قسمت رو به عهده داره. یه مسئله دیگه که در ارتباط با خونرسانی به عضله قلب برای ما اهمیت داره در این قسمت شما دقت کنین اینه که من اشاره کردم گفتم موقعی که پشت قلب رو ما نگاه میکنیم در این قسمت فضای کراکس هستش و از فضای کراکس هم همونطور که من بهتون اشاره کردم گفتم از این قسمت به بعد در نظر بگیرید دقیقاً شریان نزولی خلفی شروع میشه که این شاخه نزولی خلفی دقیقاً این قسمتی که شما ملاحظه میکنید هر شریانی راست یا چپ این شاخه نزولی خلفی رو تشکیل بده به عنوان شاخه غالب بهش اشاره میکنیم. من اشاره کردم گفتم در 90% موارد نزولی خلفی به واسه کرونر راست معمولا چیزی منشعب میشه. موقعی که کرونر راست پی دی ای یا نزولی خلفی رو تشکیل بده ما میگیم شریان کرونر راست غالب استش. و از اون طرف هم من اشاره کردم گفتم در 10% موارد شاخه سیرکونفلکس میاد در کراکس ادامه پیدا میکنه و شاخه نزولی خلفی رو تشکیل میده. اگه این شاخه نزولی خلفی به وسیله سیرکونفلکس تشکیل شده باشه که مربوط به کرونر چپ استش، در این موارد میگیم شاخه کرونر چپ غالب استش. با توجه این قضیه که اشاره کردم گفتم در 90% موارد شاخه نزولی خلفی از کرونر راست هستش، معمولا در 90% موارد شاخه کرونر راست به عنوان شاخه کرونر غالب برای ما قلمداد میشه. مورد دیگه‌ای که خدمت شما اشاره کنم در ارتباط با این قسمت من خدمت شما اشاره کردم در ارتباط با لفت آنتریور دیسندینگ بوده، در ارتباط با سیکونفلکس هم من خدمت شما اشاره کردم. یه مسئله دیگه که بوده در مورد شریان کرونر غالب که الان من خدمتتون مطرح کردم، فضای کراکس هم من خدمت شما توضیح دادم که کدوم ناحیه هستش که شما مد نظر قرار بدین. در مورد شاخه کرونر راست که من اشاره کردم رایت کرونری آرتری هستش به همین صورتی که مطرح شده هستش، دو تا نکته رو شما در نظر بگیرید که تا اندازه‌ای برام مهم هست. این دو نکته‌ای که شما در نظر بگیرید مهم هست شامل چه مواردی هستش؟ یک گردش خون گره‌های قلب هستش، گره اس ای و ای وی. گره اس ای در حدود 55% موارد به وسیله شریان کرونر راست خون رسانی میشه و در 45% موارد به وسیله شریان سیکونفلکس کرونر چپ. یعنی در اغلب موارد 55% موارد خون رسانی به گره اس ای توسط کرونر راست هست. مورد بعدی گره ای وی هستش. گره ای وی به صورت کلی بخواید در نظر بگیرید هر شاخه ای که شاخه نزولی خلفی رو تشکیل میده وظیفه خون رسانی به گره ای وی رو به عهده داره. با توجه به این قضیه که اشاره کردم گفتم شاخه نزولی خلفی یا پی دی ای پوستریور دیسندینگ آرتری در 90% موارد از شریان کرونر راست منشعب میشه، در 90% موارد گره ای وی به وسیله کرونر راست خونرسانی میشه و در 10% موارد خونرسانی به گره ای وی به وسیله سیکونفلکس و کرونر چپ هستش. پس در غالب موارد بخواید در نظر بگیرید خونرسانی به گره ای وی توسط
شاخه کرونر راست انجام میشه. مورد بعدی خونرسانی به سپتوم هستش. در مورد سپتوم باز بخواید در نظر بگین، معمولا هم به وسیله LAD که مربوط به کرونر چپ هستش و هم به وسیله شریان کرونر راست PDA که اشاره کردیم خونرسانی به سپتوم انجام میشه، ولی بیشتر قسمت سپتوم قلب معمولا به وسیله LAD هستش که خونرسانی میشه. قسمت بعدی عضلات پاپیلر قلب هستش که در مورد عضلات پاپیلر قلب اگه بخواید در نظر بگیرین، یه سری عضلاتی هستن که معمولا در داخل قلب هستن که برای ما اهمیت دارن، که این عضلات پاپیلری که من خدمت شما میگم اگه شما تصویر بتون ببینید، یه سری عضلاتی که در داخل قلب هستی که معمولا این قسمت کرداتندینه و دریچه ها نگه میدن، این عضلات پاپیلر برای ما مهم هستش. دو تا عضله پاپیلر ما در بطن ها داریم، یکی عضله پاپیلر قدامی هست و عضله پاپیلر خلفی هستش. عضله پاپیلر قدامی به وسیله شریان LAD خونرسانی میشه و عضله پاپیلر خلفی به وسیله هر دو شریان سیرکمفلکس و همچنین کرونر راست خونرسانیشون انجام میشه. بعد از اینکه در ارتباط با خونرسانی به بافت قلب ما صحبت کردیم، یه مورد دیگه هم هست که در ارتباط با خونرسانی به بافت قلب برای ما اهمیت داره. اینم شما دقت کنید و توجه کنید تا اندازه مهم هستش. مسئله آناستوموزهای بین شریانی هستش. در ارتباط با آناستوموزهای بین شریان کرونر، همونطوری که تو شکل ملاحظه می‌کنید، ما ارتباط زیادی بین شاخه‌های بزرگ شریان‌های کرونر نداریم، ولی در شاخه‌های کوچیک اینجا شما ملاحظه می‌کنید ارتباط‌های آناستوموزا یا ارتباطات بین اینها وجود داره، که این ارتباط هایی که بین شاخه های کوچیک وجود داره که قوتشون بین 20 الی 250 میکرون هست، اینا به عنوان آناستوموز های بین شریان کرونر اشاره میکنیم. در ارتباط با آناستوموز های بین شریان، شما به صورت کلی در نظر، در حالت طبیعی اینا عملکردی ندارن، رو هم دیگه خوابیده هستن، ولی موقعی که تحت فشار قرار بگیرن یا انسدادی در شریان ایجاد بشه، اینا به حد اکثر قوتشون معمولا متصل میشن. موقعی که به حد اکثر قوتشون متصل بشن، بازم میزان خونی که در اینا جریان پیدا میکنه نصف میزانی هست که بافت کرونر نیاز داره، خصوصا در مواقعی که انسداد در روح کرونر ایجاد میشه. حدود 8 الی 24 ساعت بعد از انسداد کرونر بازم اینا معمولا قوتشون اضافه نمیشه، ولی بعد از 24 ساعت 1 الی 2 روز قوتشون افزایش پیدا میکنه، میزان خون در اینها برای دو برابر میزان اولیه میشه، و حتی بعد از 1 الی 2 ماه بخوان در نظر بگیرید، اینا به اندازه‌ای گشاد میشن که میتونن میزان طبیعی خون کرونر رو تهیه کنن، و حتی با فعالیت عضله قلب معمولا یه مقدار اتصالشون بیشتر میشه، خونرسانی بیشتر میتونن انجام بدن. پس به صورت کلی بخوان در نظر بگیرید، این آناستوموزهای بین شریانی بعد از 1 ماه معمولا جریان خون در اونها به حدی طبیعی هست که عضله نیاز عضله میوکارد بتونه برطرف کنه. به خاطر وجود این آناستوموزهای بین شریانی هستش که معمولا بیماران بعد از انواع مختلف آنفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی زایعی که در بافت میوکارد ایجاد میشه، ترمیم بافت عضله قلب انجام میشه. من یه نکته مهمی که در مورد آناستوموزهای بین شریانی خدمتتون اشاره کنم، اینه که آناستوموزهای بین شریانی در حالت معمولی گفتم رو همدیگه خوابیده هستن، ولی موقعی که تحت فشار قرار بگیرن، تحت فشار چی هست؟ موقعی که انسداد در کرونر باشه یا زایعات آتروسکلروز پیشرفت کنه. بعد از 50 سالگی زایعات آتروسکلروز پیشرفت پیدا میکنه، یه مقدار موقعی که یه مقدار پیشرفت پیدا میکنه، اینا یه مقدار گشاد میشن. یعنی در افراد بالای 50 سال یه مقدار گشادی این آناستوموزها رو ما داریم، یه مقدار عملکرد اینا رو داریم، ولی زیر 50 سال وجود نداره. به خاطر همین قضیه هستش موقعی که سکته قلبی در افراد 60 الی 70 سال ایجاد میشه، میزان مرگ و میر کمتر ایجاد میکنه نسبت به افراد زیر 50 سال یا افرادی که 40 الی 50 سال هستن. به خاطر اینکه افراد زیر 50 سال هنوز این عروق آناستوموز بین شریانی معمولا چیزش عملکرد نداره، ولی در افراد 60 الی 70 سال چون قبلا زایعات آتروسکلروز پیشرفت پیدا کرده، یه مقدار عمل کردن آمادگی برای انسداد کرونر رو دارن. موقعی که انسداد کرونر در افراد 60 الی 70 سال ایجاد میشه، چون که یه مقدار جریان خون وجود داره، احتمال مرگ و میر در این افراد نسبت به افراد جوان تا اندازه‌ای کمتر هستش. این بحث ما در ارتباط با خون رسانی به بافت میوکارد و همچنین آناتومی شریان کرونر بوده که خدمت شما اشاره شد.